גבירותיי ורבותיי, שלום רב לכם. כפי שאתם יכולים להבחין, אנחנו בחברתה של הזמרת הפופולרית והמצליחה, פתנה. פתנה היא זמרת מאוד מצליחה בלוס אנג'לס, והיא הייתה אצלנו כאן לפחות פעמיים, וזאת פעם השלישית שמבקרת אותנו כאן בישראל, והיא איתנו כאן בקברי מיראז'. בינندگان عزیز سلام خدمت شما ها عزیزان، امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه. در کنار ما خانم فتنه عزیز، هنرمند خوش صدا و ان شاء الله خیلی هم خوشگل، برای سومین بار زیارت کشور مقدس ما را میکنه از اون لب آب ها که کشور فرشته ها باشه، لس آنجلس، به کشور مقدس اسرائیل. خوش اومدید خانم فتنه عزیز. متشکرم، مرسی. خیلی ممنونم. اجازه بدید که من سلام عرض کنم خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ما. و شنیدم که چه تلویزیون خوب و چه مسئولانی، واقعا چه مدیران مسئولی داره آقای داوید مطیع عزیز، مدیر تلویزیون ما هستن. تشکر که این فرصت رو به من دادید که کلمه چند لحظه ای رو با هموطنان عزیزم در اسرائیل صحبتی داشته باشم. استفاده که چرس کنم، سو استفاده بکنم از دوربین شما، از یافا جون متشکرم، گوینده خوبتون. ممنونم که اینجا منو این فرصت رو بهم دادین و گیرم آوردین، دیگه گفتین که من مچ هنرمندا رو میگیرم. بعد از برنامه است، پشت صحنه است، اولین برنامه است که من در اسرائیل دارم. اومدم به عشق همه شما، دلم براتون تنگ شده بود، عاشقتونم. و دیدید که امشب من چطوری تمامی انرژی رو، اون چیزی که در وجودم بود، دارم می‌خواستم به پای تمام هممیهنان عزیزم و دوستانی که اینجا تشریف داشتید ببینید، همه با من یک صدا شدن و منو بردن. خود من واقعا رفتم تو خاطرات سالهای گذشتم. آقای داوید خان، فتن جون، تو که حالا صحبت از خاطرات شد و میدونم که ایرانیان مقیم اسرائیل از شما اینقدر خاطرات دارن، هیچ وقت فراموش نمی کنن. شما چه خاطراتی راجع به کشور اسرائیل میشینه تعریف بکنید؟ حالا خاطراتی که من دارم، واقعا فکر میکنم اون محبت هایی که استقبال و تشویق هایی که همیشه در راه کار ما با ما بوده، این بزرگترین خاطراتی که همیشه داشتم. رابطه گرم و صمیمانه‌ای که طی سالهای کارم من داشتم با تمام هممیهنان عزیزم، به خصوص در اسرائیل و دیگر همکارانم، و سالهای گذشته که اومدم اینجا، چگونه یک به یک باور کنید در لابی هتل منتظر بودن که ما بیام پایین، فقط ما رو ببرن بگردونن جاهای مختلف، نشونمون بدن و پذیرایی کنن. میدونم ماشاءالله شما سابقه هنری خیلی زیاد دارید و چندین سیدی هم وارد بازار کردید. شما میتونید تعریف بکنید در چه سنی وارد عالم هنری شدید؟ من از سن 17 سالگی. رشته خوانندگی؟ بله. به به. 17 سالگی. و از کجا شروع شد؟ از ایران؟ از ایران با برنامه رادیو تلویزیون شروع شد که بعد همون زمان خورد به برنامه‌های کوچه اجباری ما و نافرجاممون به قول معروف. بله. و دیگر ادامه دادم. چه آهنگ اولیه شما پخش شد و کجا؟ ولی یادتونه به من گفتین آقای داوید مطیع، گفتید من فقط بگو سلام، من اومدم اسرائیل. درسته. بله. من بدونم من اینجا هستم، در اسرائیل هستم، به عشق همتون اومدم. امروز اولی که وارد شدم و اینا رو یادم نره بگم که امشب اینقدر استقبال زیاد بود که من قرار بود که دو هفته بمونم، حالا میمونم دیگه. حالا بله دوستان، واقعا خانم فتنه ما غافلگیرشو کردیم یکم، ولی میشه هنرمندی به این، واقعا به این صدای خدایی بیان قیافه خوشگل میشه اصلا غافلگیرش کرد؟ شما که میدونید که نمیشه. حالا طبق تقاضای شما و رفتار ماست دیگه. ولی این باید این اون نیست که من جوابش تا حالا شما رو ندم، میدم اون رو در رفتم. در صورت خانم فتنه، ما میدونید که آهنگ، یک آهنگ که از سیدی آخر شما واقعا پخش شده، دوست داری منو، دوست داری منو، این آهنگ نویسندهش کی بوده و تنظیم آهنگش کی بوده؟ اگه هم جادردا بدون همکاری ارکستر داشته باشی یه سطر برای بینندگان خوب تلویزیون ما پخش بشه اینجا، در این خاطراتی داره که ما خیلی راضی میشیم.
دیگه همه جوره دیگه ببینید. باش یواش دیگه. با کمال خوشحالی. بله این شما و این هم خانم فتنه عزیز. دوست داری منو؟ دوست داری منو؟ آقا تو صداش خوبه. How about you? Yafa. Can you sing? Yeah. Sing something. عاشق منه. اون که میگه کاری به کار من نداره، حوصله‌ای واسه یه عاشق شدن نداره، میخواد که پردراره از کارم سردراره، قاصد خوش خبر شه واسم خبر بیاره، میگه عاشق منه دوست داره منو، قسم میخوره دوست داره منو، با نگاش میگه دوست داره منو، باورم اینه دوست داره منو، دوست داره منو، دوست داره منو. آهنگ از تنظیم و آهنگ از آقای محمد مقدم هستش با شعر قشنگ آقای همایون هوشیار نژاد. به 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 به. بله دوستان عزیز، ما بریم به اتفاق آهنگ دوست داره منو با همکاری خانم فتانه با صدای خوب و نازنین و گرمش. این شما و این هم خانم فتانه در اسرائیل با ما باشید. Thank you.